همراه میشیم با شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم. خانم شمس، صدور احکام زندان و جریمه برای خانواده‌های دادخواه می‌بینیم که ادامه داره. برای مادر عرفان رضایی الان می‌بینیم حکم 2 سال زندان صادر شده. فرزانه بزرگکار چه کار کرده که الان باید چنین حکمی برای صادر بشه؟ سلام به شما و بینندگان محترم. فرزانه بزرگکار و مادران دادخواه، پدران دادخواه، خانواده های دادخواه که بازداشت میشن، حکم حبس میگیرن، کسانی هستند که نشون دادن با مقاومت و مبارزه‌ای که دارن ادامه دهنده مسیر عزیزانشون، فرزندانشون هستن که در انقلاب زن، زندگی، آزادی در خیابان حضور پیدا کردن، جان خودشون رو کف دست گذاشتن که سرنوشت خودشون و کل مردم جامعه رو تغییر بدن. این مادران، این پدران، این خانواده‌های دادخواه در واقع همکنون که اعتراضاتی مثل سال گذشته در خیابان جاری نیست، انقلاب زن، زندگی، آزادی رو در امر دادخواهی به پیش می‌برند. و همین دلیله که جمهوری اسلامی که سعی کرده با کشتار و با اعدام این انقلاب رو خاموش بکنه شکست می‌خوره و اقدامی که الان فرزانه بزرگکار و دیگر خانواده‌های دادخواه انجام میدن نشون میده که جمهوری اسلامی با قتل و کشتار نمی‌تونه یک جنبش عظیم به اسم جنبش سرنگونی رو خاموش بکنه، نمیتونه انقلاب زن، زندگی، آزادی رو متوقف بکنه. این خانواده‌های دادخواه، امثال فرزانه بزرگکار، این مادران دادخواه که با شجاعت علی‌رغم جو به شدت امنیتی یاد فرزندانشون هستند، اعلام همبستگی میکنن با دیگر خانواده‌های دادخواه، حضور پیدا میکنن سر مزار فرزندانشون، از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن و امر دادخواهی رو به پیش میبرن، یکی از نیروهای اصلی انقلاب زن، زندگی، آزادی هستن و کاری که میکنن باعث میشه که الهام بخش باشن برای تداوم مبارزه انقلابی و اینکه اون جبهه مقابل جمهوری اسلامی رو تقویت میکنن. میشه از حرفاتون اینطور برداشت کرد با جرم تلقی کردن دادخواهی خانواده‌ها، همینطور جریمه و زندان، جمهوری اسلامی نتونست جلوی اونها رو بگیره؟ قطعا اینطوری هست. ببینید، هر آنچه که به ضرر جمهوری اسلامی باشه در ایران تحت حاکمیت این رژیم آدمکش جرم تلقی میشه، چه برسه انقلاب زن، زندگی، آزادی و هر فاکتوری که مربوط به این انقلاب زن، زندگی، آزادی و کلا پدیده انقلاب برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی باشه. دادخواهی، جنبش دادخواهی یکی از ارکان اساسی جنبش سرنگونی و انقلاب زن، زندگی، آزادی است. به خاطر همین تنها کاری که مقابل جمهوری اسلامی مونه این که بازداشت بکنه، زندانی بکنه، تحت فشار قرار بده. ولی میبینیم که از دهه 60، از مادران خاوران تا به اینجا، جمهوری اسلامی نتونسته نه جنبش دادخواهی رو خاموش بکنه، نه جنبش سرنگونی رو خاموش بکنه، نه انقلاب زن، زندگی، آزادی. متشکرم از توضیحات شما. شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم.